درود به همه ایرانی های اصیل و آزادی خواه. رژیم جمهوری اسلامی بالاخره بعد از یک روز سکوت به تروریستی اعلام شدن سپاه توسط پارلمان سوئد واکنش نشون داد. واکنشی که نشون داد همونطور که انتظار داشتیم این اتفاق حسابی دار و دسته خامنه ای رو به هم ریخته. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی مصوبه پارلمان سوئد رو محکوم کرد. امیر عبداللهیان برای این کار با مایکل مارتین وزیر خارجه ایرلند تماس تلفنی برقرار کرد و مدعی شد که این اقدام پارلمان سوئد تحت تحریک عناصر تروریست و مطرود ملت ایران صورت گرفته. امیر عبداللهیان در حالی هیچ گونه توضیحی درباره این عناصر تروریست مطرود که ادعا کرد ارائه نکرد که تقریبا مشخصه منظورش علیرضا آخوندیه، یعنی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد. اما مشکل اینجاست که امیر عبداللهیان هرگز شهامت این رو نداره که علنا به یکی از نماینده های پارلمان های اروپایی اتهام تروریست بودن بزنه و این موضوع خیلی لذت بخشه. بله، ما هم تایید میکنیم که اون کسانی که به خاطر ظلم شما مجبور به ترک ایران شدن امروز بزرگترین دشمنتونن و این تازه اولین ضربه کاریشون بوده. اما اعدام یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زاره به اتهام توهین یا بهتر بگم اعتقاد نداشتن به پیامبر اسلام به طور بی سابقه ای خشم ایران رو برانگیخته. آزادی خواهان ایرانی بعد از این اعدام تا مدتی در شوک فرو رفتن. به اصطلاح عامیانه گرم بودیم و خیلی نفهمیدیم چه جنایتی صورت گرفته. این اعدام‌ها در حال تشکیل یه اتحاد تاریخی بین مردم ایرانه، اتحادی که به نظر من میتونه موج دوم انقلاب رو هم راه اندازی کنه. اگر هنوز از عمق فاجعه به خوبی با خبر نیستید، پیشنهاد میکنم حتما واکنش‌های چند نفر از هموطنانمون رو با دقت و تا آخر تماشا کنید. یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زاره دو ایرانی در سرزمین مادری خودشون، در سرزمین آبا و اجدادیشون، به واسطه باورهای مسلمانان غارتگر و اشغالگر ایران 1400 سال پیش به جرم سب و نبی اعدام شدن. همون نگاهی که به ما ایرانیان نگاه موالی یعنی بنده را داشت. آیا غیر از اینه که اینها امروز همین ملایان، همین بیشرفا امروز به ما به غیر از موالی نگاه دیگه ای دارن؟ غیر از اینه که تمام کشورمونو دارن تاراج میکنن و میدزدن و میبرن؟ آیا غیر از اینه؟ تنها راه نجات ایران همونی هست که از بانک ملی بابلسر در حدود 10-11 روز پیش شروع شد و تا غرق شدن اون آخوند در دریای مازندران و زیر گرفته شدن ملایان و بریده شدن آلت تناسلی یکی از ملایان ادامه پیدا کرده. هیچ راه نجات دیگه‌ای وجود نداره. دشمن بشید، دشمن بشید با اشغالگران سرزمین خودتون. اینها فقط زبان ما رو بلدن. به هیچ آخوندی هم نگاه نکنید که اینها هم وطن ما هستن و اینها فقط یه مش طلبه هستن. گوه خوردن، چرا کار نکردن؟ دنبال مفخوری بودن. و یه غیر از این بود که وقتی دیدن حکومت دینیه و الان دارن تو حوزه های علمی حسابی میرسن و بیمه مجانی و مسکن و کوفت زهر ما رو درد بیدرمون بهشون میدن، رفتن آخوند شدن. پس هیچ کدوم اینا بدون تقصیر نیستن. صحبتم با توی مسلمونه، با توی شیعه رافضیه. مگه شماها شب و روز نمیریزین رو سر آدم میگین به الله توهین نکنید، به قرآن توهین نکنید، به مذهب ما، به دین ما، به عقاید ما احترام بذارید؟ چرا این دوتا جوونو کشتید؟ چرا این دوتا جوونو کشتید؟ مگه این دوتا جوون چیکار کردن؟ عقاید خودشونو داشتن. چرا احترام نذاشتید؟ چون دگراندیش بودن؟ چون خدا ناباور بودن؟ چون آتئیست بودن؟ چون چرندیات شما رو قبول نداشتن؟ باورهای مزخرف شما رو قبول نداشتن؟ وحشیگری شما رو قبول نداشتن؟ من احترام نمیذارم به دین شما، به مذهب شما. هر کیم بیاد به من بگه که به باورهای ما احترام بذارید، من نمیفهمم دوتا جوانی دست گلمون رو برای چی به جرمی توهین به مقدسات اعدام کردن؟ یه نفر دیگه میاد تر میزنه با اون حکمرانیش تو 44 سال تو دین مردم، به جاش دوتا جوانی بیگناه های اعدام میکنین؟ جالبه، فقط به خاطر اینکه اون دو نفر به این باور نداشتن که یه کبوتر به زبونی فارسی زبون باز کنه آ بگه وای حسین کشتشون، یا یه یاروی بپره تو آسمون و ماهز وسط دونس بکنه. فقط به خاطر همین. به ما ربطی نداره اینا بدونیم که صنعت فیلمسازی هندیام پس روایاتی شما شیعیان کما برده. بعد ما یادمونه قدیما
اگه کسی بی احترامی به کتاب آسمانی میکرد یا مار میشد یا میمونی میشد یا نهایتا سنگ میشد. انگار این آپشن هم از روزی که دوربینا اختراع شده از کار افتاده، از زحمتی تنبیهی پروردگار به گردن شما تنها با داردون افتاده. به خدا خودی خودم راضی نیست شما قبل اسرائیل و نکیر و منکر تو زحمت بیفتی. من خبر دارم علی خامنه ای سال هاست اسرائیل بی کار شده و دمی پلیس سرات داره به خاطری تو دست فروشی سیگار میکنه. نکیرم کارش این شده که دمی پلیس سرات وایسا هی بیان ازش آدرس بپرسن، اینم هی آدم را چیز کنه، منکر هم هی صبح تا شب منکر کارش میشه. کاری ندارن اینا، بی کار شدن. شما تر زدین تو دینی مردم، من نمیفهمم چی شما را اعدام میکنه. در داستانهای مذهبی اومده که ابراهیم پیامبر خدا رفت به بتخانه و بتهای بتپرستان رو شکوند و به اونها توهین کرد و استدلال کرد که اینها توانای دفاع از خود رو ندارن، چطوری میتونن خدای شما باشن. حالا سوال من اینه که این دو نفر که اعدام شدن به خاطر توهین به مقدسات، درست مانند ابراهیم که اومد به مقدسات دیگران توهین کرد، پیامبر خدا، سوالم اینه پس خدای شما، خدای مسلمانان، خدای شیعیان توانای دفاع از خودش رو نداشته که شما اومدید اونها رو اعدام کردید؟ با درود فراوان، حسین نوری هستم از آسیب دیدگان اعتراضات اخیر که بینایی یه چشمم رو از دست دادم. متاسفانه خبری اومده که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل آقای علی بحرینی رو به عنوان نماینده مجمع اجتماعی این شورا منصوب کرد. من حرفم اینه، چطور با جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام داده این کارو کردی؟ اونم درست زمانی که جمهوری اسلامی تو این هفته چندین نفر از عدلانمون رو اعدام کرد. تو همین اعتراضات اخیر چندین هزار نفر توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، چندین هزار نفر توسط جمهوری اسلامی بینایی یک یا دو چشمشون رو از دست دارن از جمله خودم، و چندین هزار نفر همچنان توی زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر هیچ جایی تو این سازمان نباید داشته باشه. جمهوری اسلامی انتخاب هیچ ایرانی نیست و هیچ مشروعیتی نداره. واقعا شرم‌آوره.